من بیا، بحر من باش رانما، در دستایت این جانم، ای هادی نیکویم، تشنه وجودتم، سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من کوروش باقری هستم و این رادیو آرامش. امیدوارم که هفته ای شاد و پربرکتی را در فیض عیسی مسیح سپری فرموده باشید. خدا را شکر می کنم که فرصت دیگری عنایت فرموده تا بدین وسیله در خدمت شما باشیم. دوستان گرامی، هدف برنامه‌های رادیو آرامش اعلان پیام فیض و محبت خداوند در انجیل مقدس میباشد. عزیزان، خداوند یکتا و مهربان همه شما را در هر شرایط و موقعیتی که هستید بی‌نهایت دوست می‌دارد.
خداوند بسیار مشتاق است تا با شما پدرانه صحبت کند. از شما دعوت می کنم تا با قلبی باز و خاطری آسوده به پیام امروز خداوند گوش فرا دهید. دوستان، در این مطالعه به این مبحث می پردازم که به کسانی که هیچ وقت انجیل را نشنیده اند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ عزیزان، همه مردم در مقابل خدا مسئول هستند، چه در مورد او شنیده باشند و چه نشنیده باشند. کتاب مقدس به ما میگه که خدا خود را به طور واضح در طبیعت آشکار کرده. در کلام او در رومیان فصل 1 آیه 20 می‌خوانیم که از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او، در چیزهایی که او آفریده است به روشنی مشاهده می‌شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. آمین. و همینطور کلام خدا در جامعه فصل 3 آیه 11 می‌فرماید که خداوند در قلب انسان‌ها خودش را مکشوف کرده. در این آیه نیز می‌خوانیم او برای هر چیز زمان مناسبی تعیین نموده است. همچنین او شوق دانستن ابدیت را در دل‌های انسان نهاده است. اما انسان نمی تواند مفهوم کارهای خدا را از ابتدا تا انتها درک کند. آمین. عزیزان، مشکل اینجاست که جنس بشر گناهکاره. ما همه این دانش خدا را رد کرده ایم و نسبت به او طغیان ورزیده ایم. کلام خدا در رومیان فصل 1 آیات 21 تا 23 می‌فرمایند اگرچه آنها خدا را شناختند، ولی آنطوری که شایسته اوست از او تکریم و تشکر نکردند. در عوض افکارشان کاملاً پوچ گشته و عقل ناقص آنها تیره شده است. در حالی که ادعای حکمت می‌کنند، نشان می‌دهند که نادان هستند. آنها جلال خدای جاودان را به بت‌هایی شبیه انسان فانی و پرندگان و چهار پایان و خزندگان تبدیل کردند. آمین. عزیزان، اگر به خاطر فیض خدا نبود، ما با خواسته‌های گناه آلود قلبمان واگذاشته می شدیم تا خودمون کشف کنیم که بدون خدا چقدر زندگی بیفایده و بیچارگی است. خداوند این کار را با کسانی که مرتب او را رد می کنند انجام می ده. در کلام او در کتاب رومیان فصل 1 آیات 24 تا 32 چنین می خوانیم: به این جهت خدا ایشان را با شهوات و هوس‌های خودشان در ناپاکی واگذاشت که با یکدیگر بدن‌های خود را ننگین سازند. آنان حقیقت خدا را به دروغ تبدیل کردند و آفریده‌های خدا را به عوض خود آفریدگار پرستیدند. آفریدگاری که تا ابد شایسته ستایش است. لذا خدا آدمیان را تسلیم شهوات ننگین خودشان کرده است. حتی زنان روابط طبیعی جنسی را به آنچه غیر طبیعی است تبدیل کردند.
به همان طریق مردان روابط جنسی طبیعی را با زنان ترک نمودند و در آتش شهوت برای همجنسان خود سوختند. مردان مرتکب اعمال زشت و ننگین با مردان دیگر شدند و در وجود خودشان مجازاتی را که در خور چنین خلافکاری است دیدند. چون آنها خداشناسی را امری ناچیز شمردند، خدا آنها را تسلیم افکار فاسدشان نمود تا اعمال زشت و ناشایست به جا آورند. آنها از انواع شرارت و بدی و طمع و خودخواهی و همچنین از حسادت و آدمکشی و نزاع و فریبکاری و سوء نیت پر هستند. آنها شایعه می سازند و از یکدیگر بدگویی می کنند. از خدا نفرت دارند، گستاخ، متکبر، لافزن و سازنده بدیها هستند و از والدین خود سرپیچی می کنند. بی فهم و بی وفا و بی عاطفه و بی رحمند. و با وجود اینکه فرمان خدا را می دانند که مجریان چنین کارها مستوجب مرگند، ولی نه فقط خودشان این کارها را می کنند، بلکه دیگران را نیز در انجام آنها تشویق می کنند. آمین. دوست عزیز من، در واقع اینطور نیست که بعضی از مردم درباره خدا نشنیده باشند. در عوض مشکل اینجاست که اونها آنچه را شنیده اند و آنچه در طبیعت خدا دیده اند رد کردند. کلام خدا در تثنیه فصل 4 آیه 29 می فرماید: لکن اگر از آنجا یهوه خدای خود را به طلبی، او را خواهی یافت، به شرطی که او را به تمامی دل و به تمامی جان خود تفحص نمایی. آمین. دوست من، این آیه اصل مهمی را یاد میده که کسی که حقیقتاً دنبال خدا بگرده او را پیدا میکنه. اگر کسی واقعاً اشتیاق داشته باشه که خدا را بشناسه، خدا خودش را به او میشناساند. مشکل اینجاست که همانطور که کلام خدا در رومیان فصل 3 آیه 11 می فرماید، کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست. دوست عزیز، مردم دانش خدا را که در طبیعت و در قلبهایشان است رد می کنند و به جای آن تصمیم می گیرند خدایان خود را پرستش کنند. بحث درباره عدالت خدا در مورد به جهنم فرستادن کسی که هیچ وقت فرصت شنیدن انجیل مسیح را نداشته، بحثی پوچ و بیمورد است. مردم در مقابل آنچه خدا به آنها مکشوف کرده است مسئول هستند. کتاب مقدس میگوید که مردم این دانش را رد کردند. بنابراین خدا عادل است که آنها را محکوم به جهنم می کند. به جای اینکه درباره کسانی که نشنیده اند بحث کنیم، به عنوان یک مسیحی باید آخرین سعی خودمون را انجام بدیم تا مردم بشنوند. عزیزان، ما خوانده شده ایم که خبر خوش انجیل را در بین تمام ملل پخش کنیم. عیسی مسیح در انجیل متی فصل 28 آیات 19 و 20 می‌فرماید: پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفته‌ام انجام دهند و بدانید
که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم. آمین. دوستان، ما می دانیم که مردم دانش خدا را که در طبیعت نشان داده رد می کنند و این باید ما را تشویق کنه که خبر خوش نجات از طریق ایمان به عیسی مسیح را به مردم اعلام کنیم. عزیزان، مردم تنها با قبول فیض خدا از طریق خداوند عیسی مسیح می توانند از گناهانشان و از دوری ابدی از خدا نجات بیابند. سؤالی که من و شما باید به آن پاسخ دهیم این است که آیا ما وظیفه خودمان را در راه انجام فرمان عیسی مسیح انجام می دهیم یا نه؟ آیا مردم می توانند در زندگی روزانه ما عیسی مسیح را مشاهده کنند؟ پذیرش عیسی مسیح به عنوان منجی بین هر شنونده و روح القدس صورت می گیره. اما در هر حال من و شما باید با زندگی های خود معرف خداوند عیسی مسیح با جهانیان باشیم. جلال بر نام عیسی مسیح و آرامش الهی او همواره با شما. آمین. مسیح را بنگرید با شکوه و جلال، می آید تا ما را نیز برد به جایگاه آسمانی پدر. نزد من آیید گران باران، من خود شما را آرامی خواهم بخشید. من راه و راستی و حیات هستم، من منبع شادی الهی هستم. زیرا جان را اینقدر محبت نمود، پسر یگانه خود را داد تا هر که ایمان آرد نجات یابد. نزد من آیید گران باران، من خود شما را آرامی خواهم بخشید. من راه و راستی و حیات هستم، من منبع شادی الهی هستم. نجات همگی ما آماده شد، کافیست نام عیسی را خوانی، حیات جاودان را از امروز یابی. نزد من آیید ای گران باران، من خود شما را آرامی خواهم بخشید. من راه و راستی و حیات هستم، من منبع شادی الهی هستم. دوست من، زمانهایی در زندگی شما خواهند بود که خودتون را ضعیف احساس می کنید. زمانهایی در زندگی شما خواهند بود که خودتون را کاملا ناتوان و درمانده برای روبرویی با آینده خود و غلبه بر مشکلات آن می یابید. در چنین زمانهایی باید بسیار مراقب افکار خودتون باشید. به شکست فکر نکنید و وسوسه ناامید شدن را نیز از خودتون دور کنید. چرا؟ زیرا که با هر فکر منفی در جهت خودکمبینی و پذیرش شکست در مقابل چالش‌های زندگی،
شما زندگی خودتون را فرو می پاشید و ایمان خودتون را نیز نابود می کنید. شما در مواجهه با لحظات دشوار زندگی خود حق انتخاب دارید. شما می توانید انتخاب کنید تا این زمان دشوار شما را بسازه یا نابود کنه. شما ممکنه که احساس ضعف و ناتوانی داشته باشید، ولی حقیقت اینه که قادرید تا خود را بنا کنید. اما چگونه؟ عیسی مسیح در انجیل متی فصل 7 آیات 24 و 25 می فرماید: کسی که سخنان مرا می شنود و به آنها عمل می کند مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا نمود. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید، اما آن خانه خراب نشد زیرا شالوده آن بر روی سنگ بود. آمین. دوست گرامی من، شما مبدل به انسانی مقاوم، پرحکمت و سازنده خواهید شد اگر زندگی خودتون را بر پایه کلام خدا بنا نموده باشید و از آن اطاعت کنید. بله دوست من، چالش و مشکلات حتما به زندگی شما وارد خواهند شد، اما این مهم نیست که تعداد و یا شدت مشکلات و چالش‌های حمله آورده به شما چقدر هستند. داشتن رابطه عمیق با عیسی مسیح پاسخگو به تمامی طوفان‌های زندگی شماست. به عوض اینکه مغز خودتون را جایگاه افکار منفی و قبول شکست بگردانید، توجه و افکار خود را کاملاً بر قواعد و قولهای خداوند در کلامش متمرکز سازی. چرا؟ زیرا که انجام این مهم به شما یادآور می‌گردد که زندگی شما تصادفی نیست. بله، مطالعه کلام خدا به شما یادآور می‌گردد که اطمینان از غلبه بر چالش‌های روزانه زندگیتان بستگی به میزان توان و حکمت شما نداره، بلکه به توان و حکمت خداوند. خداوند قادر مطلقی که هر لحظه زندگی شما را خود به وجود آورده، آنها را شکل و جهت داده و بر آن تسلط کامل داره. بنابراین اگر امروز به هر دلیل خودتون را ناتوان و شکست خورده در زندگی میدانی، خود را بنا کن. چگونه؟ با مطالعه کلام خدا و تعمق در آن. بدین وسیله خداوند نه تنها شما را امید بخشیده و کمک میکنه تا بر هر مشکل و چالشی غلبه کنید، بلکه او در حکمت الهی خود از این زمانهای بسیار دشوار زندگی شما استفاده میکنه تا شما را به انسانی قوی تر و با حکمت تر مبدل گرداند. با هم دعا کنیم. پدر آسمانی، من در این لحظه خود را ضعیف و ناتوان میبینم، اما سپاسگزارم که تو آینده و قوت من هستی. امروز مرا با کلامت بنا کن تا همواره برای جلال نام تو زندگی کنم. آمین. شنوندگان عزیز، به پایان وقت برنامه این هفته نزدیک می شویم. چنانچه مطالعه این هفته ما در کلام خدا قلب شما را لمس نموده،
و مایلی تا با خداوند آشتی نموده، عیسی مسیح را به عنوان منجی خود پذیرفته، از آمرزش گناهان خود اطمینان یافته و حیات ابدی و آرامش الهی او را دریافت نمایید، از شما دعوت می کنم تا با هم از خداوند بزرگ این را بطلبیم. با هم دعا کنیم. خدای مهربان، قادر مطلق، تو را شکر می کنیم که ما را در محبت خود آفریده و همواره دوست می داری. خداوندا، از تو سپاسگزاریم که عیسی مسیح را برای نجات من به این جهان فرستادی. خداوند، من ایمان می آورم که مسیح تاوان گناهان مرا یک بار برای همیشه بر روی صلیب جلجتا پرداخت. خداوند، من به فیض و بخشش تو نیازمندم. گناهان مرا در نام عیسی مسیح ببخش. پدر آسمانی، کنترل زندگی مرا تو خود با دست‌های پرقدرتت در اختیار بگیر و از آن برای جلال نام خودت و خدمت و محبت به دیگران استفاده کن. خداوندا، من این دعا را در نام عیسی مسیح به حضور تو می آورم و با ایمان به حقیقت کلامت نجات و آرامش الهیت را دریافت می کنم. آمین. شنوندگان گرامی، ضمن تبریک به شما که به دعوت خداوند پاسخ مثبت داده و نجات، آمرزش و آرامش الهی او را دریافت نموده اید، چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده و یا مایلی تا در مورد شخصیت عیسی مسیح و این زندگی جدید مسیحی با خداوند اطلاعات بیشتری داشته باشید، لطفاً با من تماس بگیرید تا در فراغ خاطر و فرصت کافی با هم صحبت کنیم. خوشحال میشم تا سوالات و پیشنهادات محترم شما را بشنوم. عزیزان، با سپاس از خداوند که این فرصت را در شناخت از خود و کلامش به ما داد، تا گفتگوی دیگر، فیض و آرامش مسیح با شما باشد. ستایا